بفرمایید. عینه قربانی جای. بچه‌های مشمنجامونم که دارن با ما میان مسافرت میکنن، همه میدونن که این نقشه به شکل گربه است که از بالا به دریای مازندران محدود میشه. یعنی از شما و از مغرب به عراق و ترکیه محدود میشه و از مشرق به افغانستان و به پاکستان محدود میشه، از جنوب هم به دریای عمان و خلیج فارس محدود میشه. این نقشه رو بهش میگن کشور ایران و وطنی که ما در اون زندگی میکنیم. پدران ما زندگی کردن، رنج ها بردن، خدا رحمتش کنه اون شاعر رو. به به خیلی قشنگ گفت آقای اکبر آقا که این سوال رو کردی. گفت که یه پسر داشت به نام ایرج. گفت شب ایرج به دامانم نشسته، دو چشم از ضعف خوابش نیم بسته. مرا گفتن نکو گفتار فرزند، پدر جان از تو دارم پرسشی چند. بگو امشب برایم این وطن چیست، کن در خانه غیر از این سخن نیست. گهی مادر بود صحبت از آنش، گهی خواهر بیارد بر زبانش. بمانند اثر کردن چنان آن حرف در گوش، که تلخی های دوران شد فراموش. بمانند گل از شادی شکفتم، لبش بوسیدم و با مهر گفتم. تو چون طفلی و ذهنت بیخبر هست، وطن بهر تو چیزی مختصر هست. وطن من هستم و فرزان مادر، وطن مهر برادر هست و خواهر. وطن این شهر و این باغ است و خانه، که گه گه گیریان در آن بهانه. وطن حق دویدن هست و جستن، به شاخ بید بند تاب بستن. نشستن خفتن افسانه شنیدن، مه و مهر جهان افروز دیدن. به دامان پدر انسان قنودن، ز معنای وطن پرسش نمودن. ولی فردا که فکرت بازتر شد، ز اوضاع زمانه با خبر شد. به مکتب رفتی و استاد دیدی، بیانات معلم را شنیدی. تو را آموزگاران خردمند، بیاموزند صدها حکمت و پند. بگویندت مرارت های اجداد، چگونه کرد این کاشان آباد. اگر بینی کنار جویباری، گلی زیبا گلی زیبا فراز شاخساری. نشانی از دل خونین آنهاست، که چون خون سیاوش پای برجاست. چون این شد خونبهای آن شهیدان، به یک جا جمع و نامش گشت ایران. سخنها چون به اینجا گشت منجر، تو گویی روح ایرج شد مسخر. سر از بازوی من یک بار برداشت، ز آب دیدگان رخساره تر داشت. یادم رفته، حالا کاری ندارم. به خلاصه به نصف بیتش اینجا ما یادمون رفته. به آهنگی پر از شوق و شعف گفت، مرا هیچ از وطن محبوب تر نیست، به عالم چیزی از آن خوب تر نیست. حب الوطن من الایمان. آقای اکبر آقا، ایمان کسی داشته باشه وطنش هم دوست داره، کسی ایمان نداشته باشه وطنش هم براش دوست داشتنی نخواهد. این است که همیشه باید اینو در ذهن داشته باشیم که ما باید خدا رو بپرستیم، خدا رو ستایش بکنیم و خدا رو ایمان داشته باشیم، تا بتوانیم اون جایی که اجداد و نیاکان ما زندگی کردن دوست داشته باشیم و برای این دوستی جان ها فدا کنیم. و کما اینکه دارن میکنن در مرزهای کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران، دارن
پاسداران شهید میشن، سربازان شهید میشن، تمام علاقمندان به وطن و دین دارن شهید میشن و باید از اونها قدردانی بکنه خدا انشالله که همشون رو با شهدای کربلا محشور بکنه و انشالله که مردم ایران، بچه های جوان ما، نوجوان ما، نورس ما انشالله قدر این موقعیتی که الان درش هستیم بدانن و هیچ وقت دست از دوستی با خدا بر ندارن و وقتی دست از دوستی با خدا بر نداشتن دست از دوستی وطنشون هم بر نخواهند داشت و دشمنان جرأت نمی کنن داخل خاک وطن اینها بشن و وطنشون رو زیر و رو بکنند و از دستشون بگیرن. خیلی آقای که خدا خیلی قشنگ گفتنا، خیلی خوشم آمد، دلم میخواست که من سواد داشتم و این شعر شما رو حاضر میکردم، خیلی قشنگ بود آقای. خب انشالله بعد های با شما سوادت بالاتر میره، بذار اینم من بدم به خورجین شب شب بگیم، اینم به تو خورجین آقای آجام به تو خورجین بردیم بریم در ده انشالله بیشتر صحبت میکنیم و بیشتر چیز میکنیم. برو اکبر جون راست برو آقای که خدا نگاه میاد تر نگاه کن تر ببین تر چیه دو شده مگه آدمه اسکندر ببین یه آدمه ببین آدم ها آشتا یک اولاغه یک آدمه ای بیچاره بابا ای بدبخت می این چطور شده اینجا بوده جبده با اجازه شما اگر شما اجازه بده من میرم ببینم چه خبر شده و چرا این افتاده تو دره اسکندر جان تو از ما ماشاءالله پهلوان تر از ما شهامت تر و نیرون